سلام، تو درس بلوز این دفعه میخوایم استیو ریمان رو بررسی کنیم. هفته پیش بی بی رو بررسی کردیم، عادتهای نوازندگی استیو ریمان رو بررسی کنیم، تو هر باکسی چی میزنه و چجوری میتونیم به ساوندش برسیم و چجوری میتونیم اون فیل و وایب رو در بیاریم. اولا اینکه دست راست استیو ریمان خیلی مهمه به نظر من، خیلی به نظر رو دست راستش باید کار بشه، خیلی خیلی محکمه. رو گیج سیمتون باید کار کنید. سیمای کلوفتری استفاده میکرده استیو ریمان، با اینکه نیم پرده شل میکرده ولی اون گیج بزرگ تو ساوند تاثیر داره. دیگه از استیو ریمان میتونم بهتون بگم که خیلی محکم باید ساز بزنیم. رو اکشن برای اینکه بتونید محکم ساز بزنید، سازتون گز نده، باید اکشنتون بالا باشه. همه فکر میکنم بچه‌ها، حالا من دوست نوازنده و همکارم که میبینم همگی عین خودمان. همه فکر میکنن که اکشن سازهای ما، چون حالا مثلا یه مقدار سازهایی که متناسب با شغلمون جدی‌تر انتخاب میکنن، اکشن پایین داره. نه، اکشن ساز من واقعا بالاست. استیو ریمان توی باکس 1 معمولا همون کلیشه‌ای که هممون میزنیم و زدیم و انجام میده. یه تفاوتی داره استیو ریمان، همون چیزی که هممون میزنیم و اینقدر محکم و زیبا میزنه که با همه فرق داره. مثلا یه جمله‌ای که برای وصلش به درجه 4 خیلی استفاده میکنه، و همونجوری که دقت کردید شست هم خیلی استفاده میکنه استیو ریمان. یعنی وسط های جملهاش هی داره به شنونده نشون میده آقا من رو درجه 1 هم، رو درجه 4 هم، درجه چند هم. مثلا یه جمله دیگه هستش که من فکر میکنم اینو همه میزنن، بی بی میزنه، اس آر وی میزنه، میر میزنه. مثلا بی بی تو یو آپست می بیدیم بی بی میگه، من فکر میکنم که اولش از بی بی شروع شده و بعد به اس آر وی انتقال پیدا کرده و الان هم همه میزنن میر و اینا. اس آر وی روی درجه 4 مثلا به جای اینکه خودش رو به این میه این بالا برسونه با یه اسلاید اینو دیگه تقریبا تو همه سولوهای استیو ریمان میشنوید. مثلا تو تایت روپ میگه یا مثلا تو چی بگیم، تو کولد شات مثلا میگه و دیگه تو تگزاس فلاد که الان ما با تگزاس فلاد شروع کردیم میگیم بنابراین این عادت ها از اسارلی باید داشته باشین. و به صورت کلی موقعی که میخوایم استیو ریمان بزنیم باید رو ویبرامون کار کنیم. اصلا نمیشه یه بلوزمن رو تاچش رو در بیاریم مثلا بی بی کینگ بزنیم و اینجوری ویبره بدیم. دیدی کینگ بزنیم باید اینجوری ویبره بدیم. یا نمیتونیم استیو ریمان بزنیم و اینجوری ویبره بدیم. استیو ریمان ویبرهاش نرم و گرد و توپلتره. دیگه از چیزایی که میتونم از استیو ریمان براتون بگم اون هم دابل استاپ های استیو ریمانه روی هر درجه. هم توی میکس لیدیان هم سمپل کوچیک بزرگ به نحو احسن استفاده میکنه، به خصوص مثلا توی تگزاس فلاید میگه امیدوارم که با کاور کردن و توجه کردن و اینجور آنالیز کردن استیو ریمان بتونید به تاچ و ساوندش برسین. باز هم میگم وقتی یه جمله رو از SRV یا از هر آرتیست دیگه میشنوید ببینید رو کدوم درجه اید. مثلا اگه میگه این معلومه که یه جمله ترن اراوندیه،
پس از این به بعد اگه من توی بلوز تو ای من بودم یا بلوز تو ای بودم مثلا از درجه پنجم شروع شد میتونم این جمله رو همیشه برای خودم استفاده بکنم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. بازم به استیوی ریوان برمیگردیم، باز هم به بی بی برمیگردیم، سراغ هندریکس میریم هفته آینده، بهتون قولشو میدم. فعلا